دوستان سلام من افشین هستم و اینجا استودیو خونگی منه امروز میخوام در مورد مانیتورینگ صحبت بکنم که اصلا اصولا مانیتورینگ چی هست و برای چی مجبوریم که برای تنظیم و برای میکس ماسترینگ از مانیتورینگ استفاده کنیم و در قسمت بعدی هم میخوام صحبت بکنم در مورد اینکه کدوم یکی از مانیتورینگ ها بهترین هستند برای کار کردن در خصوص مانیتورینگ خود لغت مانیتور کردن یعنی یه چیزی رو به دقت تحت نظر گرفتن بنابراین لغت مانیتورینگ بیدلیل نیست یعنی شما لازم دارید که پروژه موسیقیتون رو چه در قسمت تنظیم چه در قسمت میکس و مثر کردن به دقت تحت نظر بگیرید به دقت بشنویدش مانیتورینگ ها تفاوتی که با دیگر سیستم های صوتی دارن اینه که دقیقا همون صدایی که از VST های شما داره کنترل میشه یا دقیقا همون چیزایی که از صدایی که از سمپل های شما داره تولید میشه رو بدون کم و زیاد به گوش شما میرسونن خب سوال ممکنه براتون پیش بیاد که مگه بقیه سیستم های صوتی چی کار میکنن باید بهتون بگم که تمامی سیستم های صوتی دیگه مثل سونی مثل پاناسونیک مثل بوز مثل بنگلافسن و غیره همشون یه الگوریتمی دارن که صدا رو اگزجره میکنه یکی تو قسمت بیس یکی تو قسمت مید یکی تو قسمت های بنابراین شما یه چیزی لازم دارید که صدا رو دستخوش تغییر نکنه پس خرید مانیتورینگ برای تنظیم کردن از مهمترین معلفه های شروع کاره در قسمت بعدی در مورد خود مانیتورینگ میخوام صحبت بکنم ببینید این بحث خرید مانیتورینگ یه چیزی کاملا شخصیه من اینجا فقط نظر شخصی خودم رو میگم به من خورده نگیرید خیلی از دوستان الان صاحب فروشگاه هن ممکنه بگن که آقا سایر محصولات خیلی بهترم هستن ممکنه ببینید میگم کاملا یه چیز شخصیه انواع اقسام مارک های متفاوتی هست من اینجا برای خودم نوشتم که یادم نره آدام، ایو، یاماها، کی آر تنوی، جی بی جنلک و اقسام مختلفی از به قولی مانیتورینگ ها رو شما تو بازار میتونید پیدا بکنید ببینید به نظر من برای خریدن مانیتورینگ اگر برید به یه سنتری که همه اینها رو کنار هم چیده باشه داشته باشه و بتونید تک تک صداشون رو گوش بکنید و ببینید کدوم یکی به گوش شما سازگارتره فکر می بهترین حالت باشه. داریم الان فروشگاهی هست تو تهران که این کارو برای شما انجام میده. فقط مشکلی که هست اینه که شما ممکنه برید اونجا و تو معذورات بمونید و مجبور بشید که یه خریدی انجام بدید. بنابراین اگر که به فروشگاه رفتید که توصیه من اینه به فروشگاه برید سعی کنید که به قولی در رو در وایسی قرار نگیرید و همین از اول که دارید این ویدیو رو میبینید آماده باشید برای اونجا که اگر به شما آفرهای متفاوتی دادن به راحتی بتونید بگید نه من فقط اومدم بشنوم یا میخوام از جای دیگه تهیه بکنم خب ببینید توی هر استودیویی که شما نگاه بکنید یه دونه یا ماها میبینید من اولین چیزی که خودم به شخصه انتخاب کردم برای شنیدن صداش یا ماها بود ولی واقعا یا ماها اون چیزی که مزاج من بود و اون چیزی که توی ذهن من بود رو برآورده نکرد یه صدایی خیلی روبه تریبلی داره که اصلا نتونست به قولی تیست من رو ارضا بکنه تو این بین آدام هست ایو هست و جنلک اینو فکر میکنم که از بهترین مانیتورینگ باشن هرچند خیلی عجیبه که این جمله رو بگم ولی جنلک نتونست اون تیست من رو برورده کنه حالا شاید بسته به اون مدلی که اونجا توی اون لحظه توی اون فروشگاه بود شاید نتونستی اتفاق بیفته برای من ولی من جنرال کو دوست نداشتم مطلقا صداشو آدام ایو صدای بسیار خوبی دارن و اینکه فکر میکنم ریل ترین صداها رو فیما بین این اسپیکرها دارن البته اینا هر کدومشون دو تا رنج دارن یه قیمت رنج پایین دارن یه قیمت رنج بالا دارن بسه حالا به به قولی تمول مالی خودتون میتونید انتخاب بکنید KRK هم از دسته مانیتورینگ های راسکو بازاره ولی اتفاقی که توش هست اینه که KRK ها اصولا تا اونجا که من دیدم همه پورتشون پورت جلوه پورت سابشون یعنی پرتاب صداشون به سمت گوشه و این اتفاق اتفاق خوبی نیست توی مقاله می خوندم که مقاله 20 20 بود اگر که پورت ساب پشت مانیتور این قرار بگیره بسیار بهتر هست به خاطر اینکه باعث میشه گوش صدای اصیل و صدای سالم رو بشنوه ولی اگر پورت جلو باشه زربش باعث میشه پرده گوش شما چیز دیگه رو بشنوه پس برای خرید مانیتورینگ به چند تا چیز دقت کنید یک صداش حتما با تیست شما جور در بیاد همه آدم ها یک جور نمیشن من. پس برید و گوش بکنید صدای مختلف رو اگر از من میپرسید ایو آدام و فکر می کنم KRK توی این رنج های متوسط مونیتورینگ های خوبی هستن که میتونه سلیقه شما رو اقنا بکنه اگر که خواهید مانیتورینگ بخرید سعی بکنید که مانیتورینگ پورت عقب بخرید پورت جلو نخرید به خاطر اینکه ممکنه پورت جلوها شما رو به اشتباه بندازه مجدد ارز میکنم چیزهایی که گفتم در مورد مانیتورینگ ها نظرات شخصی من هست و تجربه شخصی من میتونه برای هر کسی متفاوت باشه من سعی کردم آموخته خودم رو در قالب این ویدیو در اختیار شما بذارم که شاید کمکی بهتون کرده باشم من افشین هستم اینجا استودیو خونگی منه من رو در اینستاگرام به آدرس افمیر میتونید دنبال بکنید لینک چنل یوتیوب من و چنل آپارات من در خدمت شماست اگر که سوال دیگری داشتید من در خدمتون هستم ممنونم